و ما خبری از افغانستان تا کنون ده هزار غیر نظامی افغانستان در عملیات نظامی و حملات جنگنده های امریکا در افغانستان جان باختند بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری بین المللی و نهادهای مدنی در افغانستان از زمان اشغال این کشور توسط ایالات متحده در اکتبر سال 2001 میلادی تا کنون هزاران غیر نظامی کشته و ده هزار تن دیگر زخمی شدند پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و اعلام راهبرد جدید واشنگتن در افغانستان حملات هوایی پنتاگون در این کشور دو برابر شده است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نیروهای خارجی خواسته تا تدابیرشان را در جلوگیری از کشتار غیرنظامیان در جریان حملات هوایی بیشتر کنند این هشدار در حالی صورت میگیرد که آمارها ها که از سه برابر شدن تعداد بمب های پرتاب شده از سوی نظامیان ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان در سال جاری نسبت به سال پیش است بر اساس گزارش تحقیقی مؤسسه مطالعات بین واتسون دانشگاه براون آمریکا از سال 2001 میلادی تا اوت 2016 که نیروهای تحت رهبری آمریکا در افغانستان حضور داشته نزدیک به 173 هزار نفر در افغانستان و پاکستان جان خود را از دست دادند و به همین میزان زخمی شدند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تازه ترین گزارش خود از افزایش میزان حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در سال گذشته میلادی در افغانستان خبر داده و خواستار تحقیق و بررسی مستقل و بیطرف درباره حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در افغانستان، پاکستان، یمن و برخی کشورهای دیگر شده است.